ګران افغانستان محترم اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو دا دی د رسمي گذشت د پایل کېدو قمانده ورکړه. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو، قمانده آغاز رسم گذشت توسط قماندان عمومی رسم گذشت تورن جنرال محمد آصف دلاور داده می شود. توش به روستا به رسم گذشت پیل شید. اوکاندوکویو مسافه یو شاخه لومبلی کنده مخامخ نور شای کنده د وسلوال پاوز د خپلو قطعاتو او بیلابیلو وسایطو او جزوتامونو لکه د ډیرسان زیاتلې لوا، پراشوت، زغروال، توپچي، راکټ، د هوایی او مدافع هوایی پوځونو د څارندوی او د سرحدي ملیشاو رسمي ګذشت په شاندارو اپارتمینو مراسمو سره پیل شول. دادر خوش رسم گذشت عمومی قماندان تورن جنرال محمد آصف دلاور بدا سال کی جی پس افلاسی موٹر کی سپور دے فا فوجی پریس کی شامل قطاعت و پسر کی درسم گذشت بپارا تیارائی نیسی آورا روان دے تورن جنرال محمد آصف دلاور چی دو اردو پدی کو کے دخپل دندی زیاد و حکولا دردیس پا قطاعتو کی دیسوری دے دهیوات و ساتری او تولید و شرایط و پتامین که ارزکنات او ده قدر وقت خدمتونه کنی دی. در قطعات و پمخ که درست می گذشت دلوی بولندوی تورن جنرال محمد آصف دلاور دسپرده موتر دی حاضرین و دی چک چکو او دی ولولو کتکو که دلوش بلور روان دی. دی دسپرده موتر قرار قرار دلوش خواهتا نزدیکی او توش بی روز تبه د افغانستان جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان محترم نجیب الله ته د احترام مراتب پر ځای کړي. اوس د حربي ښوونځي مخکښان په داسې حال کې چې په منظمو دیګو کې رسم ګذشت کوي د لوز مخې ته نږدې کېږي. د لوی قرآن دی د احترام د ادا کولو په حال کې سلام سلام د انقلاب و پاسدارانو سلام بلې ډیوې د انقلاب و پتنګانو سلام چې د وطن د پټ لمنه په میړانه ساتي په هغو نرو غیرتمندو اتلانو سلام. بینندگان عزیز تلویزیون و شنوندگان گرامی رادیو، قرارگاه این کورس عالی افسران در حالی که علم قده توسط یک تن از افسران هم می شود و به تعقیب آن محافظین علم را دارند لحظه به لحظه به دراف شافع تشکیل می شود. کورس عالی افسران تحت رهبری دگرمان باندیزی افسر سابقه نام و مجرب اردو تحت عرض ده در تربیت و آموزش مسلکی افسران اردو ایفا نموده است. منصوبان کورس عالی افسران از قماندان و کنترل سیاسی و شعبات مختلف اردو تشکیل یافتند. آنان در این دو به خاطر ارتفاع هرچه بیشتر دانش مسلکی و سیاسی خویش آموزش میگیرند. در خصوص منظم کورس عالی افسران که آن در دومین ماه گرد انقلاب سیکوتمن سلف شرکت دارند وارزهترین افسران مدرن که در جریان تراتیک عمل و مبارزه به خاطر دفاع از حمد انتحاب وطن تعمین مصالحه ملی و استقلال کشور حافظه شدهاند دیده میشوند. همه اوز در حربی پوهنتون قرارگاه په داسې حال کې چې د قطعې مبارک علم دې په مخ کې ورځي کې د شاخص کرکې ته د نږدې کېدو په حال کې ده. په هغو پسې د حربي پوهنتون درې ډلې محصلین د فوجي پرېد په اجرا کولو سره نوښ ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د
هیواد د غستر او پخوانی تحصیلي مرکز پسر کې پیاوړی او مجرب قمندان بریج جنرال عبدالستار ګلبیبی راغلی. پوهنتون زموږ په هیواد کې ډېره لوړه او با اعتباره تحصیلي مؤسسه ده. مرکز کې د پوهې انجینرۍ، توپچي، سیاسي، لوجستیک، کاروالو او مخابري په څانګو کې د هیواد ډېر ښه مدافعان روزل کېږي. هایکو پوهنتون د دولتي نظام سره بیرغ درلودونکی دی او د پوځي کادرونو په روزنه کې ستر ویاړونه ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهوریت د اردو زیاتره افسران له دغه ستر او معتبر تحصیلي مرکز څخه فارغ شوي دي. د پوهنتون فارغانو د هیواد، خلکو او انقلاب په دفاع او د سولې او امنیت په تامین کې ارزښتناکه ونډه اخیستې ده. په حربي پوهنتون دا د افغانستان د جمهوریت د اردو د کادرونو د روزنې په ستر او لوړ مرکز کې د هیواد د زیارستونکو زامن د هیواد پالنې او د ثور انقلاب ارمانونه د مینې او وفادارۍ په ګډو روحیې سره روزل کېږي. د حربي پوهنتون دغه د پوځي زده کړو له دغې سترې مؤسسې څخه تر اوسه 85 دورو د فراغت ډیپلومونه ترلاسه کړي دي. دا دی اوس د دغه پوهنتون محصلان ګوندي او دولتي مشرانو ته د خپل احترام مراتب څرګند کړل. هموطنان عزیز، از دور قرارگاه پوهنتون نظامی سیاسی جلب توجه میکند. محصلان آگاه، بیدار و بازدیدین این پوهنتون در حال نزدیک شدن به نقطه شاخص است. در رأس این پوهنتون بریج جنرال ارکان حرب محمد اکرم قرار دارد. بریج جنرال ارکان حرب محمد اکرم با داشتن تجربه غنی از کنفران فعال سیاسی در اردوی جمهوری افغانستان محبوب میگردد. پوهنتون نظام سیاسی قوای مسلحه جمهوری افغانستان با مسابقه بزرگترین کانون تربیت و آموزش نظامی سیاسی در کشور در سال 1366 بنیانگذاری شد و طی مدت زمان کوتاهی سهم ارزشمند را در پرورش کادرهای ورزیده نظامی سیاسی ایفا نموده است. محصلان شجاع و غیور این مؤسسه بزرگ تحصیلات نظامی سیاسی در کشور